سرخط مهمترین ها. اصابت یک راکت در کابل. وزارت داخله میگوید یک راکت در ساحه شیرپور کابل اصابت کرده، اما تلفات در پی ندارد. د راکت د لګیدو له عمله کوم تلفات ځکه نه لرو چې کور خالی و او څوک نه کېوسي. درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و ایران. در تیراندازی نیروهای ایران بر یک پاسگاه نیروهای مرزی افغانستان در نیمروز، یک نیروی امارت اسلامی جان باخته. عدم مداخله چین در امور داخلی افغانستان. سفیر چین در کابل گفته کشورش در مسئله های داخلی افغانستان مداخله نمی کند. چین کاملا از وضع سیاسی افغانستان خوش نیست، اگر نی وقت افغانستان به رسمیت میشناسد. و دستور ولادیمیر زلنسکی به شهروندان اوکراینی برای ترک شرق اوکراین. وقتتان بخیر. شما بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. وزارت داخله از برخورد یک راکت در مربوطات حوزه دهم کابل خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید این رویداد صبح امروز رخ داده، اما تلفات جانی در پی نداشته. همزمان شماره از آگاهان نظامی از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای تأمین امنیت کشور اقدامات جدی را روی دست گیرند. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. حمله راکتی در شهر کابل، حمله ای که بامداد امروز پایتخت را تکان داد و صدای آن در بسیاری از نقاط شهر کابل شنیده شد. وزارت داخله میگوید یک راکت در ساحه شیرپور شهر کابل به یک خانه خالی برخورد کرده، اما تلفاتی نداشته است. نن سهار شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی دی. د راکټ د لګیدو له عمله کوم تلفات ځکه نه لرو چې کور خالی و او څوک نه کې اوسېدل. نهادهای امنیتی اما در مورد این که این راکت از کجا شلیک شده جزئیات نداده است. از سوی هم تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به دوش نگرفتند. انفجارات امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان در مرحله اول یک مسئله را ثابت میکنند که مسائل امنیتی هنوز پابرجاست. طالبان به این مسئله فایق نامدند، باید تدابیر اتخاذ کنند. امارت اسلامی پیوسته از امنیتی سراسری سخن گفته، اما برخی آگاهان تکرار این گونه رویدادها را در پایتخت غیر قابل توجیه میداند. تکرار همچو حملات تروریستی اخیر در پایتخت یک نوع توجیه ندارد. مسئولین ارگانهای کشفی و استخباراتی امارت اسلامی افغانستان مکلفیت دارد تا جلوی همچو عملهای تروریستی را بگیرد و عاملین آنها را کشف و گرفتار بکند. در غیر آن دوام همچو عملات تروریستی عناصر و دستاورد اساسی و مهم طالبان که امنیت است سوال برانگیز خواهد گردید. این دومین حمله در سه روز پسین در کابل است. درست پیش یک انفجار در میدان بین المللی کرکت در کابل رخ داد که در پی آن دو تن جان باختند و شمار دیگر هم زخمی شدند. یک درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و ایران صورت گرفته. منابع امنیتی در نیمروز به تلویزیونی یک تایید میکنند که چاشت امروز نیروهای مرزی ایران در مربوطات ولسوالی گانگ این ولایت بر یک پاسگاه نیروهای افغانستان تیراندازی کردند. منابع میافزایند که در این درگیری یک نیروی امارت اسلامی جان باخته و یک تن دیگر زخمی شدند. گفته میشود وضعیت در حال حاضر به حالت عادی برگشته. سفیر چین در کابل میگوید کشورش در مسئله های داخلی افغانستان مداخله نمی کند. وانگ یو در توییتر نگاشته که کشورش در افغانستان به دنبال سود شخصی نیست و آماده همکاری همه جانبه با افغانستان است. به باور او شایعه هایی که به منظور تضعیف تعامل افغانستان و چین پخش می شود نتیجه جز ناکامی در پی نخواهد داشت.
گزارش از ایمل سیار. رد شایعه ها مبنی بر دخالت چین در مسئله های داخلی افغانستان. سفیر چین در کابل میگوید کشورش در مسئله های داخلی افغانستان مداخله نمی کند. آقای وانگ یو در توییت نگاشته که کشورش در افغانستان به دنبال سود شخصی نیست و گفته چین در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند و به دنبال منفعت های شخصی یا حوزه نفوذ نیست. چین آماده است تا با افغانستان همکاری سودمند دو جانبه را در زمینه زندگی مردم افغانستان و افزایش ظرفیت های افغانستان برای توسعه مستقل انجام دهد. هیچ شایعه ای که دوستی چین و افغانستان را تضعیف می کند موفق نخواهد بود. وقتی که وزیر خارجه چین آقای متقی را در تاشکند در اجلاس شانگهای دید، برش گفت که ما امیدوار هستیم که حکومت همشمول در افغانستان ساخته شود. پس چین کاملا از وضع سیاسی افغانستان خوش نیست، اگر نی وقت افغانستان به رسمیت میشناخت. با این حال وزیر خارجه چین دیروز در نشست سازمان همکاری های شانگهای از جهان خواست تا افغانستان را در راستای مبارزه با هراس افغانی پشتیبانی کند. بیش از 200 افغان که چند پیش از سوی نظامیان پاکستانی در بلوچستان دستگیر شده بودند دوباره از بند رها شدند. سفارت افغانستان در پاکستان میگوید که این افغان ها در منطقه شیرانی ایالات بلوچستان از سوی نظامیان پاکستانی دستگیر شده بودند و شب گذشته آزاد شدند. منظور پشتین رهبر جنبش پشتون ها در پاکستان هم گفته که این افغان ها در نتیجه تلاش های این جنبش آزاد شدند. امارت اسلامی در این مورد واکنش نداشته، اما سفارت افغانستان از مقام‌های پاکستانی خواسته تا جلو همچون رویدادها را بگیرند. نوید صمدی. سفارت افغانستان از مقام‌های پاکستانی خواستار رفتار مناسب با مهاجران افغان در این کشور شده است. بیش از 200 افغان که در ولایت بلوچستان پاکستان از سوی نظامیان پاکستانی دستگیر و زندانی شده بودند، شب گذشته دوباره از بند رها شدند. سفارت افغانستان در پاکستان در رشته توییت‌های گفته که این افغان‌ها در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان از سوی نظامیان پاکستانی دستگیر شده بودند و شب گذشته در نتیجه گفتگو آزاد شدند. زمانی که سفارت و کنسولگری ما در کویت خبر شد، فوراً تلاش‌ها را آغاز کرده و با مقام‌های پاکستانی تماس گرفتند. اکنون آنها اطمینان دادند که همه زندانیان به شمول عروس و داماد آزاد شدند. یعنی نظام باید از اتباعی خود در هر کشوری حمایت کند و مجرای رفت آمد افغانها را به ویژه به کشورهای همسایه قانونمند سازد. همزمان با این شماری از رسانه‌ها منظور پشتین رهبر حزب پشتونها آزادی افغانها از بند نظامیان پاکستانی را تلاش‌های حزب پشتونها عنوان می‌کنند. افغانهایی که چند روز در منطقه ژوب زندانی بودند، از سوی جنبش پشتونها در ژوب و در نتیجه تلاش‌های وکلای مدافع آزاد شدند. سازمانی که در افغانستان یک دولت باثبات بسیار پیشرفته و قوی تأسیس نشده تغییر نمی کند. افغانهایی را متوجه باشند، بدانند چه در حکومت هستند، چه در غیر حکومت هستند، یگانه رای حل مشکل این مسئله تأسیس یک دولت باثبات عادلانه و پیشرفته در افغانستان است. بر اساس گزارش امور پناهندگی سازمان ملل، از 2021 تا اکنون بیش از 250 هزار افغان به پاکستان مهاجرت کردند و این روند پس از روی کار آمدن امارات اسلامی افزایش یافته است. دغه خبری دی چې دا باید د امسای مملکتو سره باید وشي او غوی ته باید په هیڅ رقم شکل اجازه دی ورنکړ شي چې خلک سکنجه کړي او خلک بیگونه ونیول شي او بندیانی کړي. گزارش ها می رسانند که در میان افغان های بازداشت شده 37 زن، 27 کودک و متباقی مردان بودند. اما مقام های امارت اسلامی تا کنون در پیوند به این رویداد هیچ واکنش نداشتند. آکادمی علوم طی برنامه زیر عنوان توسعه پایدار در افغانستان راهکارهای را برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور پیشنهاد نموده. جلوگیری از استفاده بیروی از منابع طبیعی، زمینه کار و خدمت به کادرهای متخصص و با تجربه، ایجاد سیستمداری اسلامی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تلاش برای کاهش فقر و بیکاری در کشور
از مهمترین پیشنهادهای اشتراک کنندگان در این برنامه است. گزارش از بشیر احمد شیرزاد. انکشاف پایدار در افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌ها. عنوان برنامه است که اکادمی علوم افغانستان برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور برگزار کرده است. پژوهشگران اکادمی علوم، شماری از آموزگاران دانشگاه‌ها و مسئولان وزارت‌ها با ارائه پژوهش‌هایشان نو مورد را برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور ارائه می‌کنند. برخی از اشتراک کنندگان می‌گویند برای رسیدن به توسعه پایدار جهان باید با افغانستان تعامل کند. من دی عقیده در لحاظ، دی فکر در لحاظ، دی خپل کلتور در لحاظ پر دیر دستی چه باور ولرو چی یو چه پزان که منحصر نکوه و طول اسلامی نړۍ ته موږ په هغې کې د حق قائل واوسو، خو مگر شرایط او ظروف داسې مسلط دي چې د دې رویې نه پرته بله رویه هیڅ کار نه ورکوي، ځکه نوره نړۍ موږ سره په دې برخه کې هغسې تعامل نه کوي کوم تعامل چې موږ کوو. نماینده وزارت معدن و پترولیم هم با ارائه برنامه های این وزارت برای توسعه اقتصادی میگوید این وزارت برنامه های جامعی برای توسعه اقتصادی در نظر دارد. وزارت معدن و پترولیم با امانتداری کامل و برخورد مسلکی در جهت انکشاف و اکتشاف بهره برداری درست مواد معدنی و ایجاد مجدد ساحه را با در نظر داشت روش های پذیرفته شده بین المللی مطابق با تکنولوژی مدرن و حفاظت محیط زیست، رعایت حقوق کارگران و انکشاف جوامع محلی را از وظایف خود دانسته و برای نخستین بار در تاریخ فعالیت های معدنکاری افغانستان وزارت معادن و پترولیم توانسته است تا عواید این وزارت را به میلیاردها افغانی بلند ببرد. شماری از پژوهشگران میگویند دولت باید در بخش اقتصاد یک طرح منظم و همه‌جانبه در هماهنگی با بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی بسازد. دولت وظیفه لري چې په ټول اقتصادي سکتورونو لپاره یو متوازن او د مالی او فزیکی توازن په پام کې نیولو سره جامع برنامه طرح کړي او دغه جامع برنامه د خصوصي دکتور سره په همغږي کې باید ترسره شي. په هغه حالت کې موږ کولای شو چې پایښت لرونکی پرمختګ په افغانستان کې څرنګه چې لازمه ده په اقتصادي ټولنیز ډګر کې هغه پولي کې هغې ته من تحقق ورکړو. ما فعلا کشور هستیم که باید سطح بسیار ناچیز اجارش اقتصادی طرف نداره و قبلا دوستای اراده کردم که بیش از پنج ده جنگ اما زیربنای باید از بنگ دولت برای ما نمیتونیم بکنیم که ما تولمون انکشاف پایدار باید بحث داشته باشیم. بحث ما باید از رشد اقتصادی هر آقا شود که ما در کدام سطح هستیم. در این برنامه تلاش امارات اسلامی برای ایجاد جامعه اقتصاد محور و زندگی مرفه به منظور پیشرفت و ترقی جامعه و از بین بردن فساد از هدفهای مهم امارات اسلامی گفته می شود. ټولنیز و اقتصادی او د ژوند چاپیریال اړخونو ته لا زیاته پاملرنه د پایښت لرونکي پرمختګ له مهمو اهدافو څخه دی. بنسټ جوړونه او ښه حکومتولي نور مهم اړخونه دي. د افغانستان اسلامي امارت تر بل هر وخت د یادو مسایلو د تطبیق لپاره لازم شرایط برابر کړي دي. د سراسري امنیت او ټولنیز عدالت تامین او د فساد له منځه وړل چې اوس یې موږ شاهدان یو د پالیسیو په تطبیق او د پایښت لرونکي پرمختګ په اهدافو کې ممید واقع کړ. در اخیر اشتراک کنندگان با ارائه قطعنامه، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، ایجاد زمینه کار و خدمت به کادرهای متخصص و با تجربه، ایجاد سیستم بانکداری اسلامی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تلاش برای کاهش فقر و بیکاری در کشور را برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور به امارات اسلامی پیشنهاد کردند. حال هم در مهمترین های از جهان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به تمامی شهروندان کشورش که هنوز در ناحیه دونتسک در شرق اوکراین ماندند دستور داده که هرچی زودتر این مناطق را تخلیه کنند. صدها تن از حامیان مقتدی و صدر روز گذشته برای دومین بار به پارلمان آن کشور یورش بردند. همچنان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که فضا برای تعامل‌های مهم اضافی برای
دستیابی به توافق هسته‌ای به پایان رسیده. جزئیات بیشترین همه در این بسته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تمامی شهروندان کشورش که هنوز در ناحیه دونستک در شرق اوکراین ماندند دستور داده که هرچه زودتر این مناطق را تخلیه کنند. آقای زلنسکی به شهروندان این کشور در دونستک هشدار داده که حمله های روسیه در این منطقه به زودی شدت خواهد گرفت. رئیس جمهوری اوکراین گفته از تمام امکانات و فرصت ها برای نجات هر تعداد زندگی که ممکن باشد استفاده خواهد کرد. همزمان یک روز پس از حمله به زندان اسیران اوکراینی، روسیه از کارشناسان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ دعوت کرده تا درباره مرگ ده‌ها اسیر اوکراینی در یکی از زندان‌های تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت مسکو تحقیق کنند. وزارت دفاع روسیه گفته که در راستای منافع انجام تحقیق عینی و بی‌طرفانه در خصوص آنچه حمله اوایل هفته جاری به زندان محل نگهداری اسیران جنگی اوکراینی صورت گرفته، اقدام و همکاری خواهد کرد. جدایی طلبان شمار کشته شدگان این حمله را 53 تن اعلام کرده و کیف را عامل و سازمان دهنده حمله موشکی به این زندان متهم کردند. این در حالی است که نیروهای مسلح اوکراین مسئولیت این حمله را نپذیرفتند و کیف تاکید کرده است که توپخانه ارتش روسیه برای سرپوش گذاشتن و پنهان کردن بدرفتاری با اسرای جنگی و از بین بردن شواهد شکنجه و قتل افراد این زندان را هدف قرار داده است. گفتنی است که کیف نیز پیشتر از سازمان ملل متحد و صلیب سرخ خواسته بود تا در مورد کشته شدن بیش از 50 اسیر جنگی اوکراینی در حمله به زندان اولنیوکا واقع در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در دونستک تحقیق کنند. صلیب سرخ پس از رسانی شدن این حمله اعلام کرده که به دنبال دسترسی به زندان برای کمک به تخلیه و مداوای مجروحان است. صدها تن از حامیان مقتدی و صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق روز گذشته برای دومین بار به پارلمان آن کشور یورش بردند. این معترضان در اعتراض به تلاش گروه‌های مورد حمایت ایران برای تشکیل حکومت در آن کشور صورت گرفته است. نیروهای امنیتی عراق برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و بمب‌های صوتی استفاده کرده است که در اثر آن چندین تن زخمی شدند. انتظار می‌رفت که نشست پارلمان عراق روز شنبه برگزار شود، اما به دلیل حضور صدها معترض در داخل پارلمان آن کشور، قانونگذاران عراقی حضور نیافتند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده تا از معترضان محافظت کنند و در عین حال از معترضان خواسته تا اعتراض خود را مسالمت آمیز حفظ کنند. معترضان به فراخوان مقتدی و صدر در اعتراض به تشکیل حکومت بعدی که قرار است در چارچوب یک ائتلاف ایجاد شود دست به اعتراض زدند. حکومت ائتلافی شیعیان که قرار است در عراق شکل بگیرد از حمایت ایران برخوردار است. حزب مقتدی و صدر در ماه جون سال روان میلادی از مذاکرات تشکیل حکومت در آن کشور بیرون شد و اعضای حزبش به طور دستجمعی از پارلمان آن کشور استعفا دادند. این اقدام موجب شد تا رقیبان صدر در پارلمان عراق در اکثریت قرار بگیرند و آنان در چارچوب هماهنگی که متشکل از گروه‌های مورد حمایت ایران است، فعالیتشان را برای تشکل حکومت ائتلافی ادامه دادند. بر اساس قوانین عراق، اگر یک کرسی پارلمان خالی می‌شود، نامزدی که دومین رأی بالاترین تعداد را در حوزه انتخاباتی خود به دست آورده است، جایگزین آن می‌شود. پیش از این نیز صدها تن از حامیان مقتدی و صدر چهارشنبه گذشته پس از آنکه ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی محمد السودانی را به عنوان نامزد صدارت آن کشور معرفی کرد، بر ساختمان پارلمان آن کشور یورش بردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که فضا برای تعامل‌های مهم اضافی برای دستیابی به توافق هسته‌ای به پایان رسیده است. او گفته که هر روز بدون توافق منافع اقتصادی مردم ایران را به تعویق می‌اندازد. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرده که اکنون باید تصمیم‌های لازم اتخاذ شود تا از فرصت منحصر به فرد برای موفقیت استفاده کرد تا پتانسیل بزرگ یک توافق هسته‌ای کاملا اجرا و آزاد شود. از نظر بورل یک توافق بازسازی شده امنیت منطقه‌ای و جهانی را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که توافق‌های جهانی متعادل در برهه‌های آشفته نیز امکان پذیر است. او گفته که توافق در حال حاضر سود اقتصادی و مالی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و همچنین امنیت منطقه‌ای و جهانی را تقویت خواهد کرد. گفتگوهای غیر مستقیم امریکا و ایران چندی است که متوقف شده است. بال هم در مهمترین های از ورزش، از رقابت های مرحله دوم زون شمال لیگ برتر افغانستان. این رقابت ها با قهرمانی تیم فوتبال کوشانی ولایت بلخ به پایان رسید.
رقابت‌های لیگ کرکت شش دوش. این لیگ امروز هم با برگزاری دو بازی پیگیری شد. رقابت‌های والیبال در ولایت اروزگان، این رقابت‌ها با قهرمانی تیم والیبال مرکز این ولایت به پایان رسید. همچنان از رقابت‌های مویتای در دایکندی هم خواهیم گفت. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. رقابت‌های مرحله دوم زون شمال لیگ برتر افغانستان با قهرمانی تیم فوتبال کوشانی ولایت بلخ به پایان رسید. این رقابت‌ها که با حضور قهرمانان لیگ برتر ولایت‌های سرپل، فاریاب، سمنگان، جوزجان و بلخ در زون شمال راه‌اندازی شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم فوتبال کوشانی نماینده ولایت بلخ به پایان رسید. به این ترتیب تیم فوتبال کوشانی با عنوان نماینده زون شمال کشور در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان رقابت خواهد کرد. رقابت‌های لیگ کرکت شپگیزه یا شش دوش با دو بازی پیگیری شد. در 25مین بازی این لیگ دو تیم کرکت آمون هنگان و پامیر زلمی با هم رقابت کردند که سرانجام تیم کرکت آمون هنگان توانست تیم کرکت پامیر زلمی را شکست دهد. در این دیدار ابتدا تیم کرکت آمون هنگان در بخش توپزنی توانست در 20 اوور و باز دست دادن 9 بازیکن 130 دوش را برای تیم حریف هدف قرار دهد، اما هدف داده شده را تیم کرکت پامیر نتوانست انجام دهد و این بازی را با تفاوت 29 دوش به این تیم واگذار کرد. رقابت‌های والیبال اروزگان با قهرمانی تیم والیبال مرکز این ولایت به پایان رسید. این رقابت‌ها که با حضور 12 تیم یک ماه پیش راه‌اندازی شده بود، با قهرمانی تیم والیبال مرکز و نایب قهرمانی تیم والیبال مرکز بی به فرجام رسید. مسئولان برگزار کننده هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها را شناسایی برترین چهره‌ها و همچنان رشد این ورزش در این ولایت عنوان می‌کنند. رقابت‌های مویتای در دایکندی راه اندازی شد. 18مین دور رقابت‌های مویتای زیر عنوان جام افغانستان با حضور 40 ورزشکار این رشته در یکی از باشگاه‌های این ولایت برگزار شده بود که با قهرمانی تیم مویتای باشگاه ستارگان به فرجام رسید. مسئولان برگزار کننده هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را رشد این ورزش در این ولایت عنوان می‌کنند. آلهم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.